بهش گفتم که این آپارتمانی که این بالا خالی افتاده به من اجاره بده، من برم توش بشینم. به خدا من پدرم در اومد بس که راه دور و دراز رفتم اومدم. حالا به جون تو کرای ماشینی چنم؟ الان این جایی که هستین چقدر اجاره میدیم مونس خانم؟ والا 500 هزار تومان پول پیش دادم، 100 تومنم اجاره خونه میدم. این یه دونه اتاق و یه دونه آشپزخونه، دستشویی و حمومش هم مشترکه، تلفنم نداره. من اونجا رو دیدم، یعنی اون اول که من و مجید میخواستیم طبقه بالا رو اجاره کنیم، بعد که مجید رفت اصل رویه ما دیگه اینجا رو اجاره نکردیم. پدر منم نذاشت من تنهایی اینجا رو بگیرم. خوب کاری کرد. آره دیدم، دو خواب از خوشگله، دو تا اتاق داره. آره انشالله اگه درست شده تو هم بیا پلوی من با هم دیگه زندگی کنیم. خیلی خوبه، تو هم راه دوره میری میای. آره من که خیلی دوست دارم بیام، ولی فکر نمی کنم پدرم اجازه بده. اجازه نمیده. چرا؟ من با بابات حرف میزنم خودم. چیزی شده؟ دوباره کلیدم میگردم لیلا جون. نیست؟ وای میز که نیوردم کلیدم و لیلا قربونت برم. داداشت صدا کن بریم فرشاد صدا کنه. چشم. بهزاد! بهزاد! بله! بیا! سلام لیلا. سلام صبح. مونس خانم کلیدشو جا گذاشته، برو آقا فرشاد صدا کن بیاد در باز کنیم بریم. در که وازه، یعنی صبح که من اومدم نیمی باز بود، فکر کردم وازه. خب اینجا که کسی نیست، کی در وا کرده؟ فرشادم که اونجا خوابیده. نمیدونم، یه چیز دیگه هم نیست. چی نیست؟ سبت و تلویزیون. دوای خدا مرگم بده. دوست بیچاره شدم لیلا جون. نه 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 بدبخت شدم. نه 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 5 میلیون تومن شما بشه اینجا. نه 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 چه خاکی به سر رفت میزد. ناراحتی نداره، خدا انشالله ذلیلتون کنه. جون الهی زمین گیر بشی. جون همه دارایی رو بردین. نه نه ای وای الان زنگ زنی به پلیس، پلیس میاد ایشالله همش پیدا میشه. نه چی پیدا میشه وقتی چیزی رو بردن؟ بردن دیگه بودم. چی پیدا میشه؟ پیدا میشه انشالله. نه جواب دکتر برادخانی رو چی بدم؟ ای بیرکتر جواب بانک رو چی بدم؟ اصلا با قسط بانک رو چی نه 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 مونس خانم اصلا به شما کاری ندارن که سند مغازه من گیره، به شما کاری ندارن که قصه نخورین ناراحت نشین. به من کاری ندارن. نه اصلا به شما کاری ندارن، سند مغازه من گیره. به بیچاره شدم دوست. دوست بدبخ شدم. مغازه پدرم. مغازه چی شده؟ مغازه تو دوست برده؟ نه تلویزیون به ثبت شما رو دوست برده. نه چرا؟ فا برده دوست برده فا بچه مگه تو نگفتی من شبا اینجا میمونم که مواظب اتاق اکسیژن باشم؟ این بود مواظبته؟ این بود هوایی کار داشته باشی؟ من همه چی رو بردم. من میخواستم دیشب شب بمونم همینجا. بهزاد اومد دنبالم گفت بیا بریم شب پیش من و غلام. تقصیر اینو به غلامه. ما که تقصیری نداریم، خودش اومد. خودش گفت میخوام بیا برنامه نوده ببینم. بعدم تو جلو نه خوابش برد. خب بگو خودت اومدی. خب من خوابم برد. تو اون غلام نمیتونستی منو از خواب بیدار بکنی؟ تقصیر این دوتاست که منو از خواب بیدار نکردن. تقصیر اون برنامه نوده که میخواستی بری ببینی. وای که چقدر از اون پسر مجری بدم میاد. بابا الان نظر چرا دنبال مقصر میگردین؟ به برنامه 90 چه ربطی داره آخه؟ مگه من 100 دفعه نگفتم یه دونه خوف بخر بزن به این در وابونده؟ مگه نگفتم یه نرد آهنی بکش پشت در اصلی؟ آخه اینجوری آدم خونه نگه میداره، اینجوری این دو اتاق اکسیژن نگه میداره. اصلا لیلا راست میگه، تقصیر هر کم که هست. فدا سرتو. چی؟ فدای سرمو؟ مگه پول علف خرسه؟ میدونی چند ماه ما باید اینجا کار بکنیم تا این خسارت جبران بشه؟ تازه فقط اصل پول که نیست که، بهره لامصب شماست. حالا چرا این حرفا رو به این میزنی؟ مگه تو نگفتی؟ نگفتی مراقبت میکنم از اینجا؟ مگه نگفتم یه نرده آهنی پشت در این در بکش؟ ها الان زنگ میزنم به اون دایید تکلیف تو یکی رو روشن میکنم. بابا چرا اینقدر بحث علکی میکنین آخه؟ اول زنگ بزنین به پلیس، بعد به هر کی دلتون میخواد زنگ بزنین. تو برای چی اینجا وایسادی؟ مگه نمیبینی ناامنیه؟ مگه نمیبینی دوز بازار؟ الان اگه بیان داخل مغازه ما رو خالی کنن. برو ببین. آش اینم که هیچ وقت جواب نمیدی. حساب برده. بوی خانم بیاییم بریم، بیاییم بریم مغازه ما زنگ بزنیم. بریم مغازه ما زنگ بزنیم. بیاییم بریم. فقط مواظب باشین که دست به چیزی نزنین، چون ممکنه که بخوان بیان بعد انگوش نگاری کنن. به چی دست؟ چیزی نیست که دست بهش بزنم. نه میان انگوش نگاری میکنن، دست به چیزی نزنین. مگه انگوش نگاری از ما میخونن؟ بله انگوش نگاری میکنن، برای این که به نظر من
این سرقت کاری آشناس. بلا از کجا میدونستن که یک تلویزیون و ضبط صوت آکبند تو این اتاق؟ راست میگی. میگم مثل اینکه خیلی دیر کردن ها، چطوری یه زنگ دیگه به پلیس بزنم؟ نه بابا خیابونا شلوغه، حتما تو ترافیک گیر کردن دیگه. به نظر تو این کار کیه؟ من چه میدونم مونس خانم، من که کاراگاه نیستم. من همینجوری حد زدم باید کاری آدم آشنا باشه، چون هم کلید داشته هم میدونسته چی تو اتاقه. یعنی فرشاد؟ چی؟ فرشاد؟ چی رو تهمت عرقی بزنین بابا؟ اون بخ برگشتی تمام طول شب بغل دست من خوابیده بود. آخه اون بغل دستو خوابیده بود تو تا اله صبح بیدار بودی نبودی که. شاید نصف شب اونشت اومده بیرون. شاید تو هم اصلا باش اومده بیرون، ما نمیدونیم که. چی؟ شما یعنی به منم شک دارین؟ بله بله، فرشاد تنهایی نمیتونسته اون کارتونو ورداره، حتما یه کمک بخواسته. حالا که هرچی شد منم به شما شک دارم، شما هم کلید دارین. به سر یه چل بس کن خجالت. من بیام از مغازه خودم دزدی کنم که چی بشه؟ که اینکه لوازم ما میبریم مفروشیم، میشه پولی نقد. پول نقد که بشه قسط رو نمیدیم وامو، اون وقتی یه کیپاش گیره من و این آبجی بدبختیم. سند شما که گیر نیست، سند ما گیره. میبینی؟ میبینی چه دم در آورده؟ به خدا قسم اگه برادر ناتنید نبود هم چی تو دهنش میزدم خون بریزه بیرون. تو رو خدا تمومش کنی. خب من یه غلطی کردم، یه حرفی زدم، اصلا شاید کار غریبه بوده، چه میدونی ما؟ ببخشید یه سرهنگ اومده، تشریف بیاریم بیرون. اومده حالا درست میشه ایراهی واسه تو بیمیرم که مورد زن. ظاهرم مثل این که قفل این در دست نخورده. بله این در فقط همین یه قفل داشته؟ بله متاسفانه. اون وقت کلید این در رو فقط شما دارین؟ بله نه، ایشونم دارن، ایشونم دارن. بله حالا شما بازجویی بکنید متوجه میشید که دارن. بازجویی بکنن معلوم میشه. ببینید جناب سرهنگ، من صاحب امتیاز اینجا هستم، مجوز اینجا به نام بنده است، ایشون فقط یک مدیر هستن، یک مدیر ساده. اینجا اینم دایه ما انداخت گردن من، ولی من خودم میتونستم خیلی به راحتی از عهده کارای اینجا بر بیام و خودم هم اینجا رو اداره کنم. یه رفیق دارم چند سال از من کوچیک‌تر، یه فست فود زده، خودش اداره می‌کنه. بابا اجازه بدید سوالی که ازتون میپرسم جواب بدید. شما سمتتون اینجا چی خانم؟ اونجا هیچی، من صاحب این مغازم، ولی سرقت به منم مربوط میشه، چون وامو ما با هم گرفتیم، با سند مغازه من گرفتیم. یعنی ما 10 میلیون که وام گرفتیم، 5 میلیونش مال مونس خانومه که ضبط و تلویزیون و آبخوری بگیره، 5 میلیونش ای بابا چرا من اضافه میدن دیگه؟ آخه چرا هر سوالی من از شما میکنم همش داستان تعریف میکنی؟ اولین کسی که با خبر شد اینجا دزدی شده کی بود؟ برادر ایشون. البته برادر ایشون ناتنیان، از مادر سوار، پدرشون رفته یه زن دیگه گرفته، این بچه به دنیا اومده. حالا شده برادر سرکار خانم کافیه، من از شما فقط سوال کردم اولین کسی که با خبر شد کی بود اینجا؟ بله حالا بگید اون آقا هم بیاد. چش رئیسا روز نیست که تعطیله درم بسید برم حالا دیگه برم. این آقا کی؟ غلامه، غلام گردن خودشون ها بد و خوبش، ولی اهالی محل بهش میگه غلام خلاف. بله ایشون تو کار دارو قاچاق میکنه. حالا من میگم که هر کی قاچاق میکنه حتما دزدی هم میکنه. خلاف خلاف جناب سرهنگ، مگه فرق میکنه؟ تازه یه دوست جدیدم داره که اسمش سعیده، اون دیگه از این بدتره، 100 مرتبه خانم از این بدتره. من خواهش کردم خلافتره جناب سرهنگ. ببینین بابا چیزی که به این پرونده ربطی نداره، اصلا نیازی نیست. قیافش ببینین میدونین تلویزیون دزده. بله تموم شد. بله با اجازه شما، شما بیایید این آقا رو بیاریدش. بیایید برو بریم داخل. غلام هم بگیم باش بریم. برو بله بله رفت اونجا چی کار میکنی غلام؟ آره رفت دیگه، با تو کاری نداره غلام، کسی با تو کاری نداره. دیشب دزد اومده تو اتاق اکسیژن.
سیر قطع شده، تلویزیون رو ضبط صوتو برده، اومدن دارن دنبال سارق مگردن. سرهنگم با تو کار داره، گفتی بیا. من کاری نکردم، به خودم شک ندارم، بیام بازجویی پس بدم. کی دوز اومده؟ دیشب نیست دیشب، ولی قلام اینجوری بدتره ها. میان خونه رو مگردن، چیزای دیگه پیدا میکنن و مصیبت. ما که مشکلی نداریم، من و تو و فرشاد سی تایی تا صبح با هم بودیم شاهد هم دیگه. ها ببینیم یه دقیقه صبر کن. ها ای خدا من چه گناهی کردم؟ پسری ای خدا من چه گناهی کردم که باید گیر یه جماعت خلوچل بیفتم؟ این خلوچلا رو جمع کن برم، من قول میدم خلاف نکنم، دور خلاف رو خط بکشم، قسم میخورم. غلام غلام جونی بهزاد، تا حالا چند دفعه من تو رو تو این قیافه دیدم که با خدا التماس و خواهش مکنی ولی اجرا نمو کنی. گیر نده حالا دیگه، گیر نده. خب چیکار کنیم؟ خب بریم دیگه، حالا ما میباید بریم. با هم بریم. بریم؟ با هم بریم. این آقا کی؟ آقا بس است، تعطیلی. بفرما. یه چیز بده بخوریم گشنمونه. تشریف ببریم منزلتون، یه نون و پنیر هندونه ننه دون بهتون میده. این اتاق مثل این که ظاهرا به غیر از این در راه دیگه ای نداره، درسته؟ بله. بله. راه دیگه ای نداره. و کسی که وارد این اتاق شده حتما کلید داشته جناب سرهنگ. بله. اگه اعتراف کنی جناب سرهنگ قول میدن که با تو کاری نداشته باشن. به چی اعتراف کنم؟ مونس کنم؟ چرا حرف تو دهن من میذاریم؟ سگا خانم شما از جانب من به کسی قول ندید. ببخش. خب شما دیشب کجا بودی؟ من دیشب خونه غلام بودم، البته تا ساعت 10 شب پیش بهزاد بودم توی کله پزی. بعد که مغازه رو بست دوتایی با هم رفتیم پیش غلام، همین همسایه‌ام. خب میشه بپرسم شما که خونتون جای دیگه است، دیشب برای چی اونجا موندید؟ حقیقتش من هر شب توی اتاق اکسیژن میمونم برای اینکه دوز نیاد خیر سر، ولی دیشب بهزاد به من اصرار کرد گفت بیا بریم پیش غلام. ما هم رفتیم پیش غلام، نشستیم پلی استیشن بازی کردیم و بعد برنامه 90 شروع شد. برنامه 90 هم دیدیم، من دیگه وسط های برنامه 90 خوابم برد تا اینکه صبح یهو خبر دادن که اینجا دزدی شده. درست. بعدش هم اگه شما میخواین میتونین از خود بهزاد و غلام بپرسین، شاهدن من با بهزاد و غلام بودم. به روبایه گفتن شاهدت که گفت دومم. یک لحظه اجازه بدی، من فهمیدم چی شد. چی شد؟ فهمیدم، الان بهتون میگم. غلام دیده که تلویزیون و ضبط صوت آوردن اینجا، چیکار میکنه؟ به بهانه پلی‌استیشن فرشاد و بهزاد رو میبره خونه خودشون، بعد تو شامشون داروی خواب‌آور می‌ریزه. اینا که خوابشون برد میره از تو جیب فرشاد کلیدو بر می‌داره. به اتفاق دوستش سعید میان سرقتو انجام میدن. بعد چیکار میکنه؟ کلیدو دوباره میذاره سر جاش. شرافت کامبا، کامبا اگه اضافه بود یه ژاکتم برامون ببر. سلامت کو. سلام. دعوا شلوغ شن. داره داستان میبافه. اجازه بدید برید اونجا بشینید. داره می... شما دو نفر بشینید. خب آقا غلام. بله. خانم چی میگن؟ درست میگن؟ این خانم محترم حساب جیب بنده است ولی کاملا چرند. بله؟ چرند میگه. جناب سوان، جناب سوان، من آخه دزدی، من اصلا دزدی بدم میاد. بعدم اگه بخوام دزدی کنم میرم ای گشنگده ها دوزی کنم. حرف دهنه تو بفهم غلا. یه رفت دارم که آرانده بشکی داره. اجازه بده میگم سعید بخوره تا. این دوست شما سعید با شما زندگی میکنه؟ من مرد تنهای شبم، منو شب و تنهایی دوست. من تنها زندگی میکنم، میدونم، میدونم. سعید سالی یه بار میاد پیش من میگه تولدت مبارک. غلام سلام. سلام علیکم. تولدتونه دوباره نه؟ ببخشید. من فکر کردم آش فروشی. بیا تو. همینا آقا سعید میشونی. هر روز تولد نه، سعید میاد. هر روز تولد. تقویمتون باز خراب شد تو. بشین. غلام چی شده؟ خیت شده باز اینا ما رو لو دادن. چی شد؟ با قاچاق چی کار دارن؟ با دزدا کار دارن. دزدا؟ جناب سرهنگ دارن با هم تبانی میکنن. این همه جاز چرا میای اینجا میشینی؟ چرا یه جای دیگه نمیشی؟ داری تبانی میکنی. اصلا خانم شما چرا تو کار پلیس دخالت میکنی؟ ممنون. شما پاشو اینجا. پاشو.
باشه باشه شما باشه شما بیا اینجا پوشو بیا اینجا بس آبجی من بعد میرم خب توضیح بده یه سر مو ببینید اینجا فرضیه ساختن کار بسیار ساده ایه معلوم میدون بسازم همین که میسازم ما هم بسازم بسازیم این دزدی بزرگ کار چاق و لاغره چاق لاغر بزاد فشاد اینا دزدن و من دلیل دارم چه دلیلی داری؟ چه دلیلی داره که دوتا مهندس دوتا آدم تحصیل کرده دزدی بکنن آخه؟ این لاغره حسوده از روزی که این خانم محترم مونس خانم مدیر اینجا شده من شاهد بودم این میکروسکوپ میدیدم داشت میچزید ملت داشت میچزیدی داشت میچزید میگفت این مدیره من زیر آبشو میزنم آخرم زد من گفتم بله منو بزنم زد کردم صدا تو که ثابت کنی مونس خانم مدیریت نداره و خود مدیریت داره ببینید زیر آب منو بزنم بله من هاشم سینا رو این انگشتم میچرخونم چهار تا مجوز قلابی گرفتن که هنر نیست که خود من اینجا رو عمل را انداختم این دم دستگاه رو انداختم سرکار خانم این چه یه فرضیه است اصلا شما را چرا اجازه میدید من به کارم برسم کی به شما اجازه حرف زدن داد جناب سرکار از شما تقاضا میکنم اجازه بدین حرف بزنم داره یه مسائلی روشن میشه که درسته خوبه من میخوام بدونم من چه انگیزه ای برای دوزی دو باید داشته باشم این چاقه انگیزه چیه؟ انگیزت بگم؟ نه بگم این بدبخت بیچاره است خودتی بدبخت نه بمیرم بیادم کمکت این بدبخته یه زن داره زن که داری؟ این ناموس هم چی کار داری؟ بگم زن داری من زن داری زنت یه پدر داره درسته؟ خب پدر زن چش دیدن تو نداره خیلی هم دوست هم نداره هم میدونم دیگه بنویسیم نداره پدرزنش نداره چشمی دیدنش رو بهش گفت برو دنبال یه کار درست حسابی کله بزنم تو کله برو دنبال یه کار حسابی و خودش اینو دیگه خودت بگو چند روز پیش سوا به من گفت اگه من بتونم یه کادوی درست حسابی پیدا کنم من پلیس راحت من اگه بتونم یه کادوی درست حسابی پیدا جور کنم بخرم برای زنم بمیرم گل چهره خوشحال میشه نگفتی؟ کادو و چه کادویی؟ بهتر از یه تلویزیون گنده تلویزیون گلا دوست گلا این بشتم تو اینا رو داری بابت من بگی میگوشه بدم خدا چی کدا کرده کنم یه صدا خواهیم میکنم که نه فهمی هم کنشم سمتونه بفهمی یه از کجا سمتونه بفهمی یه از کجا بی وجدان اون دیگه ساکت باشه نه فقط داد میزنی جناب فرهنگ گفت کاری به تو نداره که بی خدا لیلا من باید حقیقتی کاری بزنم کف دستش دوست قاچاقچی بی من تهمت بزنه رفتون بینم چرا داری هوار میکشی چی شده دیوونه شده آقای جباری همجور داد میزنه تو رو خدا اینو تو مغازه من برم ببینم اون چه خبره رفتون بینم چپ شده به من بگو بینم چی شده قضیه چیه آقای جباری دوست اومده اینجا تلویزیون زرتشونو برده دارم این لزن قردن من دوست اومده؟ چه؟ دیشب نیست شب بی خود آقای جعفری مگه میخواستم مینی هر رو بخورم توی این مملکت هیچ وقت از خروز خون نمی اومدم پای این دیگه سیرابی بوکی اندو وایستم و اون سیرابی کسافت رو پاک بکنم بابا خودت عصبانی نکن بیا بریم ببینم اصلا قضیه چیه خیلی خوب بیا ببینم قضیه چی چه عرض بده من که این کلیه در واکو به قرآن آقای جعفری خونی شه میریزم سب کن بیا اصلا نیستم اگه خونی شه نمیریزم ببینی جناب سرهنگ اگر داشتن کلید اینجا دلیل دزدیه مونس خانم هم کلید اینجا رو دارن شما چرا از ایشون سوال نمی کنی؟ خانم شما هم کلید اینجا رو داری؟ بله دارم ولی همراهم نیست آخه جناب سرهنگ مگه من مغز خر خوردم که بیام من توی مغازه خودم دزدی کنم نخه من و لیلا خانم همین الان توی کله پزی مغز خر خوردیم ببینید جناب سرهنگ ایشون نه اسمشون تو اسناد و مدارک اینجا هست نه امضاشون اینجا متعلق به دایی بنده است مجوزای اینجا هم به اسم بنده است
تازه وامی هم که ما برای اینجا گرفتیم با سند مغازه لیلا خانم گرفتیم. ایشون خودشون مشکل مالی دارن، صاحبخونهشون جوابشون کرده، حتی دیشب به دایی بنده زنگ زدن که این اتاق بالا که خالیه بدن به ایشون. شما فکر میکنین من ابله هم؟ ممکنه قیافم و اخلاق و رفتارم مثل ابله ها باشه، ولی من ابله نیستم، من از همه چی خبر دارم. مونس خانم تو خیلی بیچشمی. اجازه بدید من اصلا تعجب میکنم شما چرا مسائل شخصی خودتون رو قاطی این پرونده کردین. بابا بذار من پرونده رو ببندم. اجازه جناب سروان من یه سوالی بکنم. سرهنگ ببخشید بذار حرفش بزن آقا. این خانم که به همه مشکوکه و تهمت دزدی میزنه چرا امروز کلیدشون رو نیوردن؟ حتما یه ریگی تو کفششون هست. اصلا شما چه مربوطه؟ شما چی کاری؟ دلم نخواسته بیارم. خوب سرد باشید خانم. جناب سرد همه اینا با همه. نه بابا. بله سب کن. سب کن. فهمیدم. اصلا دلیلی نداره که مونس خانم کلیدشو دلش نخواد بیاره یا فراموش کنه. چرا؟ چون اصلا نیازی نداشته این کلیدو از تو کیفش بیرون بیاره که. اونس خانوم یا کلیدشو گم کرده یا ازش دزدیدن. خانم فاروزاده هست. بفرمایید. خانم بفرمایید. و چه کسی این کلیدو پیدا کرده یا دزدیده؟ کسی که میدونسته تو این اتاق چیزی قابل دزدیدن وجود داره. سلام علیکم. سلام علیکم. آقا جواری بفرمایید بیرون امروز تعطیله. بابا میدونم مونس خانم میدونم. من فقط اومدم این دست کلیدتون رو بدم بهتون برم. کلید؟ سه تا کلید. اجازه بده. بابا چرا اینجوری نگاه میکنین؟ چی شده؟ الان من میگم. بفرمایید. ببخشید. کلید دست شما چیکار می‌کنه؟ والا بنده دیشب این خانم رو داشتم میرسوندم منزل. وقتی که خواستم برم خونه دیدم یه چیزی افتاده کف ماشین، برداشتم دم این دستی کلیده، گفتم خب حتما متعلق بهشونه، امروز اومدم اینو بهشون بدم. آقا چی شده چرا اینقدر دارین بازخواست میکنین؟ حالا برای یک کلید پس از کی بپرسن آقای جباری؟ ها این دست کلید تو ماشین افتاده بود یا شما تو کیف من برداشتین؟ بابا حرفای میزنی خانوم. من کجا میتونستم خانم دست کنم توی کیف شما دست کلید بردارم؟ همون موقع که به من گفتی بریم اکبر مشتی فالوده بخوریم، وقتی رفتم توی دستشویی دستام بشورم این کیف وامونده رو میز بود. اکبر مشتی؟ ببینی جناب سرهنگ، جناب سرهنگ ببخشید معذرت میخوام، اینها از اولش با من خوب نبودن، دنبال این بودن یک جوری منو تحویل بدن. ببین جناب سرهنگ این دستبندو بزن به دست من، منو دستگیر کن ببر، ولی دنبال تبعات بین المللیش هم باشین. و من گفته باشم بفرمایید. به ماغاش دستبندم میزنی؟ به ماغاش هم دستبند میزنی؟ چی میگی تبعات و بین المللی؟ اصلا جدی نگیری، این آقا خیلی دوست داره دستگیرش کنه، اصلا دنبال یه بهانه میگرده. من میشناسمش، بهتون اطمینان میدم کار این نیست. آخه من برای چی دوست داری که ما دستگیرش کنیم؟ ولی مسئله اینه که این مثلا یه همیشه میزنه تو چرا تمام؟ ببخشید جناب سرهنگ، ببخشید میگم چرا حالا انقدر گیر دادین به دست کلید؟ این در واز کردنش من انقدر سخت نیستا، یه سنجاق سر به من بدی من سه سوت براتون باز میکنم اینو. سه سوت؟ باری کردا اصلا داریم مشکوک میزنه. سابقه داری شما؟ بله سابقه سنجاق فروش سابقه دارم. ببین جناب سرهنگ با اجازهتون، مونس خانوم من اصلا از شما انتظار نداشتم. من دیشب اصلا مسیرم از اون ور نبود، به خاطر خدمت و احترام به شما مسیرمو کردم از اون ور که شما رو هم برسونم. اینم جواب خوبی ها و خدمت و احترام من دست شما در نکنه خانم. صورت جلسه آقا فهمیدم. اون آقاه قد کوتاهی که دیشب با شما اومد. یک آقای قد کوتاهی هست که خیلی سیراب شیردون دوست داره و همیشه میاد مغازه ما سیراب شیردون میخوره.
دیشب وقتی که آقای جباری و مونس خانم میخواستن برن اونم باهاشون رفت. چقدر اصرار کردیم بابا با آژانس برو پولش هم میدیم. گوش نکرد با ما اومد سر خر ما شد، یه بستنی خورد، یه فالوده و مخلودم خورد، یه دونم بستنی هویج میگن چی میگن اونم خورد. نگفتین چرا؟ نگفتین چرا؟ این با اینا اومده تو یک فرصت مناسب کلیدو از تو کیف مونس خانم برداشته. بعد رفته از رو کلید ساخته، شبم اومده کلیدو انداخته تو ماشین آقای جباری. که چی؟ شک نکنه. نگفتم من توته. آقا دستگیر کن ببر. آقا بازجو کننده مثل که منم. آقا بازجو کننده منم. آدرسی؟ محل کاری؟ چیزی از این آقا هست؟ دوزا معمولا آدرس ندارن، یعنی رد نمیدن. من نمیدن. برو تو میرم وایسی نمیجا. ولی میان. سلام علیکم. سلام علیکم. وایسی نمیجا. مونس خانم تحویل بگیرید. این دو نفر همون دوزای مغازه شما. انداز دست تو جناب سرما خدمت شما ببرینشون. حالا باید خجالت نمیکشید؟ حالا باید دست بند. خیلی ساده آقای جباری، خانم یه کاسه آش هم زحمت به ما بده. میگم که همونطور که میدونین من تو کار خرید و فروش لوازم صوتی تصویری هستم. دیروز دو نفر اومدن مغازه میخواستن یه تلویزیون خیلی بزرگ و با یه ضبط صوت و خیلی ارزون بفروشن. منم حقیقتش بهشون شک کردم، فهمیدم هم که دیشب مثل این که مغازه مونس خانم رو دزد زده. به خاطر همین بهشون شک کردم. هیچی دیگه، تا بیان به خودشون به جنبن آقا یه آب داره چکی تو صورت این یه میاتویی هم تو صورت اون. هیچی دیگه آقا، دو سوت افتادن زمین، کت بسته برداشتم و بردم خدمت. بزن زنگ و واسه آقا هرکول. آقا لام دیلیلیم قربونت هم هرکول جون، یه دونه از این فنای بیچاری ناچاری هم به ما یاد بده بچه به دردمون خور. رفیقمون مثل اینکه کمربند مشکی داره. اون وقت وسایلا چی شد؟ تکلیف اونا چی میشه؟ جناب سرهنگ گفتن که ضبط میشه میفرستنش انبار، بعد ما باید درخواست بدیم، مراحل قانونی داره. بفرمایید. یه خود از گوشتش برم. شما ول کنید. آشرشته گوش نداره. ای بابا، گفتم زودتر این تلویزیون و اینا رو نصب میکنیم، یه کارمو یه رونقی میگیره. عزیز من، روزی دست خداست. با گذاشتن یه دونه نوار و دیلیم دوم و ببین هیچ کسی به هیچ کجا نرسیده، هیچ مشتری هم زیاد نشده. گفته باشم. ولی آقا جباری جسارتن من حاضرم شما یه برنامه موسیقی بذارین از وقتم و کارم بذارم خودم اجرا کنم. صدا شما این قربونه آقا خلا، همین دو تا دونه مشتری هم که داری میخوای فراری بدی؟ اینا که مشتری هاشون مثل من پوست کلوف نیستن. نه نه، من صداشو شنیدم، صداش بد نیست. حالا قولم جون من، برنامه چند میگیری برای اون بخونی؟ بذاری میکنی؟ نه جدی میپرسم. حالا خواهش میکنم خوب گوش بدین، من میخوام باهاتون چند کلمه صحبت کنم. ببخشید لطفاً بی وسوسه. خواهش میکنم ساکت باشین، خانم میخوان سخنرانی بکنم. بفرمایید خانم. من میخواستم که از حضور همتون معذرت بخوام، به خاطر اینکه من اون روز عصبانی بودم، ناراحت بودم، یه حرفای زدم که نباید میزدم. میدونین آقا 5 میلیون تومان پول برای ما خیلی پوله. من راستش نمیدونم 5 میلیونو چند تا صفر میذارم بغلش. وقتی این اتفاق افتاد من ناراحت بودم، گفتم خدایا من چه بکنم، با دکتر جواب دکتر چی بدم، قسط بانکو چه جوری بدم، چه جوری از خجالت لیلا خانم بیرون بیام. این بود که یه حرفایی زدم که نباید واقعا میزدم. منم میبخشیم. خواهش. این حرفا چیه میزنین شما؟ اختیار دارین. ولی الان که اینجوری شد منم باید یه اعترافی بکنم. منم خیلی فرضیه های احمقانه ای داشتم. دارم حرف میزنم، آش نخورین. باشه ببخشید. منم خیلی فرضیه های احمقانه ای داشتم. یعنی میدونین امان از وقتی که آدم شک کنه دیگه عقلش کار نمیکنه. مونس خانم منم می‌خواستم بگم که آش می‌تونیم بخوریم تو صحبتش. آره شما ما که بگیم بخور و نخور فرق نمی‌کنه، شما آشو می‌خورید. من بخور. بفرم مونس خانم، من می‌خواستم واقعا از شما معذرت‌خواهی کنم.
یه حرفایی زدم که خیلی زشت بود. خواهش میکنم که شما به بزرگی خودتون منو ببخشید. آقا جان من میگم دیگه انقدر سوزناک نشین دیگه، حالا یه روز دور هم هستیم دیگه، تموم شد رفقا. آشتونو بفرمایید. آقای جباری شک چیزی بدیه، ما اگه میخوایم اینجا دور هم زندگی کنیم باید به همه اعتماد داشته باشیم. اگه یه مشکلی پیش اومد که نباید به هم تهمت بزنیم. بله. اگه یه دونه بحران اومد جلو که نباید عقلمون رو ضایع کنیم و بندازیمش کنار. بله. ما باید تو مشکلات پشت به پشت هم بدیم. ماها دوستیم، رفیقیم، همسایه‌ایم. یزدی ها یه مسئله دارن. بله. میگن اگه اینجوری با هم رفتار کنین که سنگ رو سنگ بند نمشه. آفرین. به به بهزاد جون خانم دست نزن نون قرض نده. بهزاد جون این حرفای قلم به سلمبه رو از کجا آوردی؟ تو سیراب شیردون فروشی یاد گرفتی؟ من تحصیل کردم. دیشب آقا چه اتفاقی؟ چه اتفاقی؟ داشتم سریال میدیدم سعید. ساعت چند؟ شب. آها. یارو مرده. مرده اینا به خانومه یه جملاتی میگفت، لیلا خانم این جملات داداش شما از کپی رایت کرده، اینم بیدار بوده دیشب این. پس از اون زده زده از اونجا. نه اصلا حالا میخوام ببینم بر فرض که این کارو کرده باشه اشکالی داره؟ نه آی دوست آی دوست چیه ببینم؟ مغازه ما نه اتاق اکسیژن قایم کنندان چیزا چه بود فرشاد جان؟ چی شد؟ این آقای کمالی هست سر خیابون منوچهری صرافی داره. خب میذاری بشینه؟ خب یه موتوریه اومده کیفشو زده در رفته. نه در رفته، میگن تو کیفشم کلی پول و ارز بوده. پلیس بوده؟ من مطمئنم حتم دارم که کار آشنا بوده. هر کی بوده میدونسته کیف کیو باید بزنه. خب. حتم دارم که یکی از محلی ها بهش خبر داد. خب من خیلی خوشحالم که همه ما اینجا دور هم هستیم و اینجا هستیم. کسی نمیتونه این قضیه رو گردن ما بندازه. آشتون رو بفرمایید. ما هممون دوستیم که گردن ما جباری شکر کلامه. نفسامو بشمرو خوابمو اندازه بگی، واسه زنده موندنم بهونه تازه بگی. نفسامو بشمرو خوابمو اندازه بگی، واسه زنده موندنم بهونه تازه بگی. نه هوای عاشقی که بشکفم به اسم تو، نه جنون ساده ای که بشکنم تلسم تو. نفسم در نمیاد ماهو از آسمون بکن، بذارین روزن راهی شه واسه عبور من. چند میارزه یه نفس نسیم دریا تا ساحل چشمای ترن وصل کن، دستاتو پلی واسه خلوت این فاصله کن. نفسم در نمیاد